خب دوستان عزیز، دم همگی گرم. بچه هم برم پامان یاب بزنم، خیلی پای اذیت میکنه. دوستانم بیارم بالا. خب دوستانی که میخوام بیان تا من این تو ساحل، یعنی به خاک نشستم، کلا برم یه جایی مثل آدم بشینم. برم بیرون. خب بذارید دوستان رو بیارم بالا. سوالا اگه چیزی هست. خب آقای دانیو میارمت بالا، ولی باید تصویر بدی. تصویر ندیم میارم پایین. دوستانی که میام بالا باید تصویر بدن خواهشم، چون میخواییم بعد این صحبتون رو میذاریم توی یوتیوب و اینا. دست بیا بالا. درود بر شما. الو سلام آقای جان، خوبی؟ درود بر شما، زنده باشی جونم، در خدمتم. خیلی خوشحالم آوردی منو بالا. البته شبه قربونتون سر بود آوردی بالا. قربونتون برم جونم، در خدمتم. امید، من یه سوالی ازت کرده بودم، نوشته بودم تلگرام، جواب ندادی. اینجا میپرسم ازت، برای چی نمیشه روحانی رو برداشت یا انقلابی ها نمیخوان روحانی رو بردارن؟ نمیتونن دیگه قربونه برم. دوست جواب داد دیگه، نمیتونن دیگه، میتونستن ور میداشتن. چون این کار ببین مسئله مملکت بر... همش یه طرف، بعد این سالی که میگه تمام سعی تلاشش رو میکنه که تمام ضربه آخریش رو بزنه. ببین نه، ببین مسئله سیاسی، آره نه به مسئله سیاسی که یه جورایی ساده نیستش که مثلا فکر کنیم داریم مثلا با خودمون گرگم به هوا بازی میکنیم، یکی بد بازی کنه بندازیمش بیرون. مسئله سیاسی که اینجوری نباید نگاه کرد. شما در شستن بنیسد با هزاران داستان. خود آمریکا الان هیچ کدومش، الان تو آمریکا تمام نهادهای قدرت مخالف ترامپ هست، ولی ترامپ ها نمیتونن بیان همینجوری وردارن. که بعد هم که مثلا این سوالیه که خیلی در مورد شاه میپرسیدن. شاه که میدونست اینه اینجوریه، چرا مثلا نمیکرد؟ مثلا شما تو به شرایط انقلاب 57 صدا و سیما که اون موقع نبود، رادیو تلویزیون داشتیم، بعد رادیو تلویزیون ملی ایران علی شاه داشت تو تظاهرات فیلم پخش میکرد، حکومت هنوز شاهنشاهی بود. و خیلی میگفتن شاه چرا اقدام نمیکنه. یعنی حتی پسر خودش یه جا میپرسه، میگه بابا دیشب مستند چیزو نشون بده به تلویزیون، مستند سقوط باتیستا رو که توی کوبا بود نشون داده. بعد مدیر تلویزیون پسرخاله فرح بود. به این سادگی نیست نه چیزای نهاد قدرت که بگیم هر کاری دلش میخواد بکنه. اینا روحانی هم تو کره جنوبی دو تا رئیس جمهور رو گرفتن، هر کدومو 20 25 سال انداختن زندان. خیلی هم راحت. ببین کشورها با هم فرق دارن. مثلا کشورها رو که اصلا نمیشه مقایسه کرد. مثلا شما در مثلا میخوایم سوئد رو مقایسه کنیم یا کشورها رو با هم دیگه بخوایم مقایسه کنیم، به بیراهه میدیم. به هر حال مؤلفه‌های قدرت تو ایران به این گونه نیستش که، نه تنها تو ایران، تو خیلی از کشورها به این گونه نیستش که واقعا یک نفر هر کاری میخواد بکنه. روحانی معلومه خائنه، ولی بخش‌های قابل توجهی در نظام یک روایت دیگه‌ای رو برعکس ما قبول دارن. بنابراین مؤلفه‌های قدرتیشون در خیلی جای نظام ببخشید پاش خیلی محکمه. نصف وزارت اطلاعات یا حتی 70% وزارت اطلاعات پشت روحانیه. نگاهشون به مسائل اصلا متفاوت اونا. این صحبت من و شما روحانی داره خیانت میکنه. خیلی این اعتقاد ندارن. درسته، ولی خب آخر این چیزی که خیانتی بکنه بعدم نشه هیچ کاری انجام داد. آره، این که خیانت بکنه، من شما میگیم خیانت میکنه. وقتی آقای خامنه ای تو رأس قدرته که نمیتونه بیاد به این بگه خیانت میکنی یا نمیکنی. ولی سیستم نظام اینجوریه، کسایی که از مسیر خارج میشن و با صبر استراتژیک آهسته آهسته میذارن کنار. از احمدی نژاد بگی، شما احمدی نژاد دور دوم ضد خامنه ای عمل کرده، یعنی حداقل موازی خامنه ای عمل کرد، ولی نظام نمیاد آقای احمدی نژاد رو برکنه. حتی خاتمی خیانت نکرد. خیانت من و شما هم نظریم. ما داریم در مورد سیستم حکومت صحبت می‌کنیم. من و شما میگیم خائنه، ولی برعکسش هم خیلی دیگه میگن آقا مثلا طرفدارای روحانی هم میگن ماها خائنیم. یعنی بعد ببینیم که بر چه اساسیه. شما دوره دوم آقای خاتمی هم نظام ازش خوشش نمیاد، ولی نظام با خاتمی چیکار کرد؟ با احمدی نژاد چیکار کرد؟ با روحانی؟ ببین اینجوری نیست. شما میخواد بگی یک شبه یه شبه مالیات بستن به خونه های خالی، این که دیگه کار ساده، یه کار راحتیه که همین کارم نمیکنه مردک. میدونم شما چی میگی، من خودم انتقاد که میبینی که چجوری حمله میکنم، ولی به این سادگی نیستش که یک شبه مثلا بگیم بیایم آقا روحانی رو استیضاح کنیم. بعدم که استیضاح کردن یا برکناری روحانی حتی اگه بخواد یه زمانی عملی بشه، در رأس نظام سودها و زیانهای قضیه رو نگاه میکنن که اینا اگه ما بر هر کنش سیاسی سود و زیان داره، نظام بر اساس اون قضیه
جلو میره. حالا اینکه دقیقاً اون قضیه چیه، اون اطلاعات دست اولیه که برای خود رأس نظام میره که اون اطلاعات دست اول رو در سرتاسر مملکت و من و شما نداریم. ما اطلاعات دست دومو داریم، چون ما اطلاعاتمون رو داریم از اخبار منتشر شده چیز میکنیم میگیریم، نه اطلاعات دست اولی که مثلا منتشر نمیشه. به هر حال آقا دمت گرم. آیا یه چیز دیگه، آیا این سال که توش هستیم احتمال داره روحانی بخواد مردم بریزه بیرون؟ چون 78 88 96 همطوری سال داره کمتر میشه. ببین فرصش چیزی همین الان هم الان سر همین داره الان رفته بالا، سر همین آبان ماه هم بالاخره غیر مستقیم روحانی ریخت مردم رو تو خیابون دیگه. بعد ببینیم که حالا مرداد امسال که من میدونم که با توجه به شرایطی که در تیر ماه هم داشتیم، میدونم مرداد امسال مرداد سختیه به هر حال. بعد ببینیم چی میشه. امسال کلا فتنه‌های زیادی تو راهه. خودشون هم گفتن دلار احتمال داره تا 26 28 اینا برسه. بله. به هر حال آقا دمت گرم، امید بالا. زنده باشی. فرداش زنده باشی. خب آره. دیدم جیگرم حال اومد. این ظریف هم حتی یه اشتباهی کردن تو مجلس، نباید اینقدر سر حرفش میپریدن هوچیگری میکردن جفای مخالف آقای ظریف، ولی میذاشتن این ظریف حرفاشو بزنه. ولی ظریف یک انسان دروغگوه، یه انسان دروغگو، یه انسان واداده، یه انسان ترسو که فقط بلد پشت افراد بزرگی چون سلیمانی و خامنه‌ای پنهان بشه. نگاه خامنه‌ای در مورد برجام مشخص بوده، فشار آقای رفسنجانی و تیمش به آقای خامنه‌ای مشخص قضیه، اصلا نیازی نیستش که خامنه‌ای بیاد چیزی بگه یا نگه. روند سیاسی رو وقتی بررسی می‌کنیم، بعد از سال 88 نظام در یک موضع ضعف شدیدی در حوزه داخلی. ببینید نظام یک سری مخالف کلاسیک داره که اونا همیشه مثلا همون مخالفینی هستن که آی آخوندا فلان فلان شدن و این نظام باید برانداز بشه. اونا یه بخشی بودن که نظام همیشه اینا رو داشته. یه بخش دیگه ای که خب قشر قابل توجه خاکستری هم که اصلا زیاد مهم نیستش که این قشر خاکستری نگاه سیاسیشون چی باشه، چون اگه نگاهشون مثبت باشه یا منفی باشه تاثیرگذار آنچنان نیستن. یه قشر حامی نظام داره و اتفاق سال 88 از اون بخش حامی نظام ریزش داشت و اون بخش حامی نظام بعضن اومدن تا رأس حتی براندازی قرار گرفتن. قشر خاکستری که نگاه تایید یا نگاه تکذیبش، یعنی اصلا مخالفت و موافقتش اصلا مهم نبود، بخش قابل توجهی از قشر خاکستری اینا اومدن ضد نظام اکتیو شدن. و این اکتیو شدن قشر خاکستری علیه نظام در راستای براندازی، حکومت در یک موضع ضعف قرار داره. اونم با توجه به اینکه بخشی از حامیان این نظام یا منفعل شدن یا حتی اومدن فعالیتایی کردن که در راستای براندازی حتی تعریف میشد. نظام تو ضعف بود و این جام زهر، حالا بعدش اسمش شد نرمش قهرمانانه، این نامش نرمش قهرمانانه نبود، این جام زهری بود که واقعا خامنه‌ای دادن و راهی هم نداشت خامنه‌ای تو اون شرایط. ولی آقای خامنه‌ای تو همون داستان برجام هم نظراتش رو گفت، گفتش که بعد چی کار کنید و مشخص خامنه‌ای چی گفته. یعنی اگه کسی بخواد پژوهش کنه نامه خامنه‌ای، نگاه خامنه‌ای در مورد اینکه آقا برید قرارداد ببندید ولی چه جوری ببندیدش مشخصه و این حضرات هم چه جوری قرارداد بستن مشخصه. خوشبختانه نگاه خامنه‌ای مکتوب هست، کتبی وجود داره و عملکرد اینا و مفاد برجام هم اکتیو چیزه مکتوب هست و اینم وجود داره و کسی بخواد واقعا حقیقت رو ببینه بررسی میکنه میفهمه که آقای ظریف خیانت کرده به این مملکت و الان هم مثل یک آدم ترسو میره پشت سلیمانی و پشت آقای خامنه‌ای پنهان میشه. و ظریف یه آدمیه که حماقت رو واقعا به حد اعلا رسونده. این آدم همون آدمیه که سر FATF ما باید یادمون باشه اومد تو همین مجلس و گفت اگر FATF رو امضا نکنی من تضمین نمیکنم که اگر امضا کنیم وضع مملکت خوب میشه، تحریم ها برداشته میشه، ولی تضمین میکنم اگر امضا نکنیم آمریکا بهانه پیدا میکنه برای تحریم های بیشتر. حالا دکتره، چون زبان انگلیسیش خوبه، در بقیه چیزها رو بریزید دور. همین یه جمله ای که این آدم داره میگه نشان میده که آقا این افق دیدش چیه. یعنی میگه من تضمین نمیدم اگر FATF امضا کنید بریم وارد این بحث اقتصادی، بحث جهانی بانک جهانی بشیم که اینا آمار تمام چیز ما رو داشته باشن
وضع ما خوب میشه، تحریم ما برداشته میشه، میگه اگر امضا نکنیم آمریکا بهانه پیدا میکنه که ما رو تحریم کنه. یعنی نگاه حقیقی داره این آدم آمریکا، یعنی تو به خاطری که آمریکا بهانه پیدا کنه کاری بکنه نکنه، مملکت رو میخوای تمام اطلاعات بانکیشو بده دست دشمن؟ خیلی حرفا. آدم امروز حساب بانکیشو به داداشش نشون نمیده. نه البته من شفاف سازی کرد برای بعضی از افرادی که مسئولن اینا، ولی در کل الان مردم حساب بانکیشون رو به هم نشون نمیدن. ما بریم حساب بانکیمون رو به غربی‌ها نشون بدیم که چی بشه؟ آمریکایی‌ها بهانه پیدا نکنن که ما رو تحریم بیشتر کنی. خودتون مسخره کردی؟ یه همچین آدمی این واقعا وزیر امور خوارجه. خارجه نیست، واقعا این وزیر امور برجامه، این وزیر امور خارجه ایران نبوده تا به امروز. نه من خیانت‌های ظریف، اقداماتی که انجام داد و فعالیتی که انجام داد، اون موقع نخست وزیر انگلیس هم تو جنگ جهانی دوم انجام داد، فکر میکرد که الان رفت قرارداد دست با آلمان نازی، آلمان نازی بهش حمله نمی‌کنه، قرارداد مونیخو میگم قبل از جنگ جهانی دوم، و زمانی که دم هیتلر توی زمینه، زمانی که حمله کرد اول از همه به انگلیس حمله کرد. و این مسئله مشخصه، یعنی حماقت نخست وزیر انگلیس تو اون مقطع مشخص بود، همون حماقت رو ما هم تکرار تاریخی کردیم. و نه تیم ظریف، ببینید آخه هر جور بخوایم نگاه کنیم اینا خیانت کردن. من اصلا نمیتونم بپذیرم که برام که مردک میگه که خامنه ای میدونه فلان میکنه، آقای خامنه ای که نمیتونه بیاد الان به تو بگه مرتی که دهن تو ببند تو داری مثلا رسما دروغ میگی و اینا. وقتی که کشور بر دوچار هرج و مرج میشه، چیزیه که اسرائیل هم میخواد و شرایط به این گونه است. به هر حال بذارید دوستان بیاریم بالا. عزیزی آقای رضا رمضانی بفرمایید. عزیز سلام، ما یه نیم ساعت 40 دقیقه دیگه بریم خونه بگیریم بخوابیم. خب آقا عزیز نیومدی بالا، نفر بعدی رو بیاری. این داستان به این شکله. خب داستان چیه؟ خب آقای یاتا یه همچی چیزی. سلام امید آقا. صدا برمی‌گردد. قطع کردم. خب بفرمایید، شما بفرمایید. نکا تاک، چه نامیه؟ بیا بالا عزیز. 3 2 نکا تاک. چرا ریکوست میدید نمیاد بالا؟ خب نفر بعدی. چرا ریکوست میدید نمیاد بالا؟ خب الان یه دونه مثلا اف IRS اومده، کل آیدی هم مثلا هیچ عکسی نداشته. خب من برای چی بدن تو رو بیارم عزیز؟ قربونت برم بیارم بالا. خدا بزرگه شما بیا عزیز بالا. 20 20 آقا سلام. عزیز تصویرت نیست قربونت برم. تصویری از شما ندارم عزیز. بخشی تو مثل که خوابت میاد، قربونت برم خوابت میاد وقت، یعنی باید یه احترامه. ببین ما باید یاد بگیریم از شبکه‌های اجتماعی چجوری استفاده کنیم. خونه خاله نیستش که، باید یاد بگیریم داریم اینجا اجتماعی داریم چیز میکنیم. اینا رو باید تو کلاس درس دانشگاه و مدرسه و اینا بهمون یاد میدادن. البته فرقه اجتماعی دیگه. دور بر شما بفرمید. سلام. این دوستمون هم داره فکر میکنه، شرمندم. خب بعد یه چیز هم یاد بگیم، ما بعد استفاده از شبکه‌های مجازی هم حتما یاد بگیریم، این خیلی مسئله مهمیه. بعد به وقت همدیگه ارزش قائل باشیم.
چون یه تعداد دارن نگاه میکنن. خیلی بیا عزیز بالا آقای محمد. محمد نهی من نفر بعدی آقای یه محمد رضای دیگه نه دیگه تاریک دیگه شب دیگه اینجایی که هستم این کانادایی ما اینجا سر شب. سلام دادا. درود بر شما جونم عزیز بفهمید چه خبر؟ سلام و نبر تصویرت اگه تازه اومدی بالا به من میگی چه خبر قربونت برم. خب آقای حسین بفهمید بالا. درود بر شما بفهمید. الو جانم بفرمایید. الو سلام. درود بر شما بفرمایید. می‌خواستم در مورد این اتفاقاتی که داره پیش میاد در مورد بالا رفتن قیمت دلار خیلی از محصولات مواد غذایی، آیا تحلیل شما این هستش که احتمال داره یه حالا کودتای اختشاشی به وجود بیاد جهت مقابل با محور مقاومت؟ اصلا همینه دیگه، اصلا برای همین دارن این کارو میکنن 100%. تمام زورشون رو دارن میزنن که بتونن تا پایان دوره آقای روحانی اینا با خیال خودشون کار نظام رو تموم کنن. یعنی ذهنیتی که اینا دارن که اینه که جمهوری اسلامی اگه بتونن تا یکی دو سال آینده کار اصلا این تمام زور ترامپ و دولتشه یا اون جریان دستراسی اسرائیل که نمایندهشون ایپک تو آمریکا، اینا تمام زورشون رو دارن میزنن تا پایان دوره آقای روحانی کار تموم کنن. چون میدونن بعد از پایان آقای روحانی یه دو سه سال دیگه ایران بتونه دووم بیاره از این پیچ تاریخی رد میشه. دیگه زورای آخرشونه دیگه. حالا بعد ببینیم چی میشه. ولی اینا بعد آقا میدونن بعد در نظر بگیریم که احتمال داره آقای ترامپ دقیقاً دقایق آخر نزدیک به رأی‌گیری با یه حرکت حالا برنامه ریزی شده و یه کاری بکنه که رئیسو به نفع خودش برگردونه. این احتمالش من نگفتم ترامپ برنده نمیشه. اصلا الان شانس اولام ترامپ تو آمریکا، چون نفر مقابلش جوی بایدن که ترامپ اگر خانم باز بود جوی بایدن با دختره 4 5 ساله اصلا پدوفیله، بچه باز هستن. یعنی هر جور که نگاه کنی باز ترامپ نسبت به اون جو بایدن چیز اصلحتره. بعد ترامپ هم هواداری تورگی داره تو آمریکا، هواداری تورگی داره به بخش حامیان خودش هم تا به امروز خیلی رسیده و احتمال بالایی داره که ترامپ دوباره رأی بیاره. حالا به صورت کلی شما تحلیل خودتون نسبت به این شرایط چیه؟ یعنی میگی چی پیش میاد؟ در کل که من همیشه امید نه من در کل من در کل امیدوارم به خاطر که شرایط ایران بدتر از الان تو تاریخ ایران توی 300 سال گذشته نگاه کنیم ایران تو یکی از بهترین زمانهای خودشه، چون بله. امروز ایران تو مرزهای خودش نمی جنگه. ما یه زمانی با جوانای خودمون هم تو جنگ جهانی اول هم جنگ جهانی دوم هر دو تاش هم بی‌طرف بودیم، ولی اول آخر بزرگترین قربانی شدیم. تو جنگ ایران و عراق هم با فرزندان این آب و خاک و مردم خود جوانای این سرزمین تو خاک خودمون داشتیم مقاومت می‌کردیم. امروز با سربازای همپیمانمون تو منطقه، یعنی با سربازای لبنان، با سربازای سوریه، با سربازای عراق و یمن بیرون از مرزهای خودمون داریم، تازه نمیخوام بگم مقاومت میکنیم، داریم مرز میگیریم. حالا مرزهای فرهنگیمون رو داریم گسترش میدیم، نه اینکه حالا خودمون بریم کشور گشایی اینه که نداریم، ولی چیزی که وجود داره الان حزب الله اونجا تونسته جای پای خودش رو صفر کنه، تهدیدیه برای اسرائیل و ما دیگه نیازی نیست سرباز بفرستیم بیرون. خب این موقعیت ایران خیلی مهمه که ایران امروز الان چونه نمیخواد، آمریکا چونه نمیزنه که درسته حالا دارن تلاش میکنن برای براندازی، ولی چونه اصلی اینه که میگه آقا تو بیا سر موشک و اینجور چیزا بشینی با هم دیگه گفتگو کنی. ولی میگه اون بحث برای ما بود سر کار اومدن کاظم مصطفی کاظمی عملا شرایط خودمون رو توی عراق از دست دادیم. ما شرایطمون رو تو عراق هیچ وقت از دست نمیدیم. ببین مسئله که بعد از این خروج صدام اتفاق افتاد تو عراق، انقدر ایران اونجا نفوذ داره که اصلا بخش قابل توجهی پیونده فامیلی به وجود اومده و ایران انقدر تو تمام زیرساخت‌های عراق
افراد نزدیک به خودشو داره، اونم که با گسیل دادن سپاه بدر گذشته که تو ایران بود که همون ابو مهدی مهندسی، این همه جزء فرماندهان سپاه بدر بودن، اینا که ریختن تو عراق، تمام زیرساخت‌های اصلی تو عراق زیر دست نیروهای حامی ایرانه، یعنی نیروهایی که از ایران دارن حمایت. ایران هیچ وقت تو منطقه جایگاه خودش رو از دست نخواهد داد. این یه حقیقت تاریخیه. من ببین این چیزی که شما میگی تا یه حدی درسته، خب ولی نکته‌ای که وجود داره این که آقای کاظمی دو تا برنامه داره. این که تحلیل منه، این که نمیخواد هشت رو حذف کنه ولی میخواد به یه شاخه نظامی تبدیل کنه، این یه بحثه. بحث دومی که وجود داره این هستش که این که بتونه ایدئولوژی ولایت فقیه و یعنی طرفداری از جمهوری اسلامی رو توی عراق خوش کنه، مثل کتای نجبا و سازمان های دیگه که ایدئولوژی دارن نسبت به این مسئله رو کاملا حذف کنه. همین که تا چند وقت پیش نیروهای کتایب و بردار توسط امریکایی دستگیر کرد و نجبا و سازمان های دیگر داره تحلیل میکنه، بعد فیاض رو برمیداره برکنار میکنه، از سپاه بعد جایگزینش میکنه. یعنی عملا فراکسیون فرد یا سپاه بعد یه فراکسیونی هستش که فقط سیاسی طرف داره، نه ایدئولوژی. نه میدونی اینه که شما میگید همش هست، اصلا بدتر از ایناش هم الان عربستان داره کمک میکنه، کمک مالی میکنه به گروهای ضد ایرانی اونجا. اولا یه واژه هست، واژه هست کلا اصلا یه واژه غلطیه، چون چیزی هست نمیشه. میتونن شاید یه جاهایی بتونن تو مقاطعی میتونن فعالیت ایرانو کم رنگ کنن، هیچ وقت این بحث هست نیست. ایران هم خب ببخشید افلیچ که نیستش، ایران هم الان ده ها مدرسه فارسی زبان را انداخته، داره کارهای خودش رو میکنه، مساجد داره درست میکنه اونجا، همین مسجد سازی ها رو داره اونجا انجام میده که این مساجدی که زیر نظر ایران باشه. ایران هم خب نفوذ خودش داره، بعدم که ایران هم خیلی داره هزینه، یعنی خیلی که توانایی هزینه کردن تو عراق داره. نه اونام کارشون رو میکنن، ولی در تمام این 20 سال این اتفاقات افتاده. الان شبکه‌های اجتماعی چون بیشتر شده، این اقدامات علیه ایران بیشتر به چشم ما میاد. مثلا خب شما کی فکر میکنه صدام که بره ایران بتونه اینقدر نفوذ داشته باشه؟ ولی اون موقع چون شبکه‌های اجتماعی نبود، الان این چیزی که شما با جزئیات گفتید کنم گروه کنم، اون موقع 20 سال پیش مثلا هیچ کی نمیتونست بگه، چون مردم اخبار رو از چون سایت که نبود، اولا 20 سال پیش که سایت و اینجور چیزا نبود، بعدم که سایت و اینا بود همه دسترسی به سایت نداشتن، بعضیا میرفتن کافینت هم که میرفتن ببخشید سایت های چیز رو باز میکردن، مستحجن رو باز میکردن، همه اهل این داستان نبودن. الان شبکه اجتماعی مثل تلگرام و اینستاگرام باعث شده ما این جزئیات رو بدونیم، و چون این جزئیات رو میدونیم هی نگرانی، در حالی که اتفاقات بدتر از این تو این 20 سال افتاده و اینا رو شفت کرده. یعنی شما مثلا همون جنگ نفتش ها که میگن آقا ما اصلا نیروی دریایی نداشتیم، ولی تو همون جنگ نفتش ها با آمریکا، بگو ما آمریکا رو چندین هلیکوپتر و یکی دو تا ناوشون رو غرق کردیم، آخر اونا رو هواپیمای مسافربری ما رو زدن. حالا همون جنگ نفتش های داعش است الان رخ بده، همه ناامید میشن، چون همه چی نه که همش توی فضای مجازی، بعد امپراتوری صهیونیستی هم جون گرفته، قدرت رسانه‌ایش بیشتر شده، میاد و با موشک‌های رسانه‌ای یه جوری فضا رو درست می‌کنه که آقا ایران همین الان ناکارده کارش تموم میشه، در حالی که حقیقت میدانی اینه که به خدا کار خودشون داره تموم میشه تو اروپا. حالا حداقل من که ده‌های کشور اروپایی و آمریکایی رو اینا رفتم دیدم، اینا داره خودشون کارشون در خیلی از زمینا داره تموم میشه. مثلا این شبکه‌های اجتماعی باعث میشه که ما یه خود فکر کنیم اتفاقاتی که الان داره میفته تازه است، نه این خیانت‌ها و این فتنه ها علیه ایران تو عراق و بخشی تمام این 20 سال بوده، بدتر از اینش هم بوده، ولی ایران همیشه نفوذ خودش اونجا داشته و باز هم خواهد داشت. حالا ما هم که به قول از دوستدار ایران و ایرانیان هستیم، دوست داریم که این امپراتوری ادامه پیدا کنه، بتونه همیشه استوار باشه، ولی متاسفانه الان جو منفی که دارن توی کشور پیاده میخوان نسبت به شرایط و اتفاقاتی که بین مرز تجاری بین ایران و عراق دارن به وجود میان، که خیلی هم مرزها رو به خاطر کار تجاری دارن میبندن به بهونه های واهی، شرایط به گونه خیلی بد داره توی روحی مردم تاثیر میذاره. متاسفانه شرایط دلار و شرایط فسادهای مالی، فشارهای لابیای دولتی آقای روحانی و کابینه شون نسبت به آقای رئیسی به عنوان قوه قضاییه، بحث برخورد با فسادها و و و چیزهای دیگه،
شرایط به گونه داره رقم میخوره که خیلی از این اتفاقات منطقه به دید بد داره برای مردم پیش میاد که مثلا خب، نه ببین مردم مردم میدونی چون اون اخبار چیزو دارن گوش میکنن، شما ببخشی شما بشین صبح بشه پای مسیح علی نژاد و من و تو از زندگی سیر میشی. من اگه من خودم با اینکه کارم اینه نگاه نمیکنم، خدا شایده من کارم اینه، یعنی الان من یه تیمی درست کردم، بچه ها اخبار رو رصد میکنن، گفتم آقا من نمیتونم بشینم نگاه کنم، چون با اینکه من که دارم زندگی میکنم، پژوهش میکنم، میدونم داستان چیه اینور، با این وجود انقدر وقتی شما صبح تا شب همش بشین آقا توی اتاق بشین یه نفر بالا سرت وایسه میگه تو بدبختی تو بدبختی تو بدبختی، واقعا خب آدم میگه حتما بدبختم دیگه، صبح تا شب این تو ذهنت چیز میشه، تاثیر خیلی منفی میشه. برای مردم مشکل از خودشونه که پای اینجور افراد میشینن. این مثلا الان دوستای من از آمریکا میرن ایران، داشتم با یکی از دوستام تو سیاتل صحبت میکنم، رفته بود ایران بعد برگشته بود، چند ماه پیش تو ونکوور دیدمش، بعد این از آمریکا اومده بود ونکوور منو ببینه، اینا میگه بابا من رفتم دارم به فامیلم میگم وضعیت این آمریکای خراب شده چیه. خب آخه بابا ندیدن مردم، یعنی باید واقعا با چشم ببینن. بعد میگه وضعیت این آمریکای خراب شده چیه، میگه همه فامیلم داشتن منو پاره میکردن، یک تعصبی به آمریکا دارم. ببین خود مردم مقصرن، مردم میخوان بشینن پای صحبت کسایی که صبح تا شب بهشون میگن بدبختن بدبختن، ولی حقیقت اینه ایران نسبت به دهه 60 خیلی، نسبت به ابتدای انقلاب، اصلا نه تنها نسبت به ابتدای انقلاب، مثلا دوران ساسانی، اصلا دیگه یه چیز خیلی فراتر میگم، پس از حمله اعراب به ایران که ساسانیان سقوط کردن، ایران در یکی از قوی ترین زمانهای نظامی خودشه، بنیه دفاعی خودشه، در یکی از بهترین شرایط منطقه‌ای خودشه، و به همین تناسب هم آمریکا و کانادایی که مثلا میگم آمریکا کانادا، آمریکا و انگلیس و این کشورهایی که سردمدار قدرت‌های غربی هستن، نسبت به دهه 70 میلادی در ضعیف‌ترین دوران خودشونن. یعنی شما باید حقایق رو بری ببینی از نظر اجتماعی این کشورها چه فروپاشی داشتن، تعداد آمار هوملس ها تو آمریکا توی تمام کشورهای غربی به ویژه آمریکا، این هوملس هایی که الان داره آمریکا ببینم چه اصلا قابل مقایسه با ایران نیست، وضعیت اقتصادی بسیار خراب، کشور بیدندان ها که یک سیستم بیمه درستی نداره، اونجا هر کی دندونش میافته دیگه نمیتونه بره دندونشو بکاره تو آمریکا. این هم مثلا من خیلی جالب بود دیشب با یکی از دوستان داشتم، علمای مطرح هم از استاد آسیماس داشتم باهاش صحبت می‌کردم، حالا رفته بود آمریکا اومده بود، داشتم میگفتم ببین مثلا همش ما وقتی میگیم آمریکا، فیلمایی که به ما نشون میدن جنیفر لوپز و مثلا براد پیت و آنجلیا جولی و اینا هستش، مثلا همه اینا مانکن و خیلی بدنای تراشیده و اینا، میگم من نمیدونم چرا تو آمریکا ما اینا رو نمیبینیم، یعنی تو خب مثلا آمریکا کانادا همه اصلا هیکلای افتاده و داغونه، یعنی اصلا اون تصویری که تو آمریکا از اون بعد خوش است مثلا آرنولد و سیلوستر استالون و این سوپر استاراشون نشون میدن، همون چند تا سوپر استاره که هیکلش، یعنی حقیقت جامعه اینجوری نیست، حقیقت جامعه 90% از نظر بدنی و اینا همه مشکل دارن، مشکل چاقی مفرط دارن توی آمریکا. این حقایق رو نمیگن. ایران از هر نظری که شما ببینید اگه نسبت به تاریخ بخواید نگاه کنید، ایران تو بهترین موقعیت خودشه. من واقعا به آینده ایران خیلی امیدوارم، خیلی امیدوارم. منم به آینده امیدوارم، ولی متاسفانه همین جو منفی و عدم اطلاع نسبت به شرایط خارج از کشور دقیقاً فقط این نیست. کرونا، همین اتفاق کرونا شب واقعا یه سندی هستش که این حرف شما رو دقیقاً تایید میکنه. این کرونا قشنگ دیدیم دیگه چی شد. آره اروپا و آمریکا و کانادا رو قشنگ فلج کرد. سیاست های ترامپ در مقابله با کرونا قشنگ جلوی همه نمایان شد که چه سیاست بدون برنامه و پیشگیرانه در جهت مقابله با ویروس کرونا. وضعیت اروپا به وضعیت به ویژه آمریکا، با اروپا که میگیم اروپا داره یک اصالتی هست. یعنی شما میگی اروپا تاریخ داره، اصالت داره. یعنی آمریکا کانادا اون بزرگیش که یه ذره دو زنم بزرگ نیست، خود آمریکا 3-4 برابر ایرانه، خیلی بزرگه و یک جای بی مصرف، فقط به نظر من باید یه بمب اتم بزن از اول بسازنش، یعنی اصلا یک سیستم حال به همزنی آمریکا و کانادا و اینا. نه اینا فقط بحث کرونا نیست، اینا تو تمام زمین ها پوسیدن. ولی میدونی مردم ما اگر افسردن، بلکه مردم ما تاریخ ایران رو نمیشناسن. من فقط میخوام حالا تاریخ 40 ساله رو بخوایم بررسی کنیم. آقا الان فکر کن الان ما در خرداد 60 هستیم، اصلا در دهه 60 هستیم، الان بهشتی رو زدن،
اونجا ترور کردن. مجاهدین تو ایران الان تو تهران دارن خمپاره، میدونی اطراف تهران شروع کردن خمپاره. همه شرایط اینجوری، ایران هم الان جنگ با عراق. آقا وضعیت بدتر از اون موقع نیستش که برست. اون موقع ایران نجات الان برنش. اون موقع یه شرط الان این سریال شاهرگ رو خیلی خوشم اومد دارن نشون میدن. یه حقیقتی رو تو این سریال شاهرگ داره نشون میده اینه که اینا افرادی که می‌خواستن کشور رو بچرخونن به خودشون هم نمی‌تونن اطمینان کنن، چون مجاهدین در تمام جهان نفوذ داشت اون موقع. یعنی طرف دوستشه با همدیگه مثلا تو کمیتن به همدیگه نمیتونن اطمینان کنن. باز الان که باز خدا رو شکر ما یک ساختار قوی داریم، اطلاعات سپاه داریم، وزارت اطلاعات داریم و تمام اون مشکلات درش هست که یعنی هر کشور دیگه ای بود این خودش معجزه است انقلاب 57 از یه نظری، چون تمام انقلاب ها، من بگم من ذاتن ضد انقلابم، تایید نمی کنم انقلاب 57، ولی دارم حقایق تاریخی رو میگم. هر انقلابی پیش میاد پشتبندش ده ها انقلاب دیگه تو درون خودش پیش میاد و انقلاب 57 از این نظر یک شاهکاره، به خاطر که انقلاب 57 رخ داده و سردمداران این انقلاب اجازه ندادن انقلاب دیگه توش به وجود بیاد، تمام چالش ها رو گذروندن. یعنی وضعیت ایران از دهه 60 که بدتر نیست که جنگ با عراق، بنام که این همه گروهک های مختلف از فرقان بگیری تا گروه سربداران تا گروه مجاهدین تا گروه فدایان خلق که اومده بودن تا آمال ریخته بودن میخواستن اونجا جنگلا رو بگیرن و برای خودشون مایسی های کوچولو درست کنن و اینا. وضعیت ایران الان خیلی بهتر از این داستان است. به اون معنی سپاهی داریم زده عین الاسد رو، بعد از 70 سال که آخرین بار ژاپن حمله رسمی به آمریکا داشت، بعد از 70 سال زده پایگاه آمریکا رو زده، بعد آمریکا حمله نکرده. یعنی اصلا باور نکردنی آمریکا پاسخ نظامی نداده. ما مشکلات خیلی عدیده اقتصادی داریم و این مشکلات اقتصادی بدتر از ونزوئلا و کوبا و کره شمالی که نیست و به مانند اینا هم نخواهیم شد، چون ایران یک سرزمین پهناوریه نهایتا با 4 تا مدیریت درسته، حالا اصطلاحا بهش میگن جهادی، قضیه جمع میشه و اتفاقا این فشارهای تحریم همه به نفعمونه، چون تحریم باعث میشه ببین انسان تو محدودیت کار خودش رو میبره جلو. من خودم تو زندان خانمم موبایل آورد برام یواشکی، حالا چه جوری آوردی تو اینا داستانش طولانیه، وقتتون گرفته میشه. بعد شارژرش رو نتونستیم ما رد کنیم به خاطر که شارژر بزرگ بود، نتونستیم این شارژر رو ما وارد زندان کنیم. بعد دیگه آقا من حالا موبایل رو دارم ولی شارژر ندارم، این موبایل خب ببخش شارژش برای چند ساعت تموم میشد دیگه، و ما چیکار کردیم؟ ما رفتیم باتری قلمی از فروشگاه زندان خریدیم، بعد دوستم با 4 تا سیم و با اینا همه رو با چسب می‌زدیم، بعد این باتری قلمی ها رو 8 تا با هم دیگه با چسب می‌زدیم، دو تا سیم ازش رو مثبت منفی در می‌آوردیم. من باتری رو برمی‌داشتم رو دستم توی تختم نگه می‌داشتم 2 3 ساعت، این باتری شل چیز میشه پر میشه. بعدنم یه دونه چسب دیگه دوستم تونست پیدا کنه، این چسبای برقی بزنیم که دیگه با دستم نگه ندارم. یعنی انسان تو محدودیت می‌تونه حتی با باتری قلمی باتری گوشی موبایلش رو شارژ بکنه. خب ببین ایران هم همینطور بود، ایران هم هی تحریم، آقا عراق به ما 500 تا موشک زد ما ندادیم. ما آخر جنگ 70 تا موشک اسباب بازی تهرانی مقدم درست کرد شلیک کردیم که نصفش هم تو خاک خودمون اومد فرود اومد. خب الان ببین تو همون صنعت موشک سازی کجایی؟ نه مردم ایران به خاطر که تحت تاثیر حمله رسانه‌ای هستن و مشکلی که داره صدا و سیمای ما، حتی این مشکل ما در زمان شاه هم داشتیم، چون صدا و سیمای ما ریشش بهاییه، اینو من یه حقیقتی رو بگم، چون زمان شاه هم تلویزیون دست بهایی ها بود، حیوالا ثابت پاسال وارد کرد، صدا و سیمای ما و بخش مذهبیون ما حماقت های رسانه ای دارن و این مکمل پروپاگاندای غربی ها شده که مردم یک حس افسردگی میکنن. من نمیتونم این حزب الله یا بیان خوب مسائل رو توضیح بدن. چرا؟ به چندین دلیل بسیار گسترده. یکی ظاهرشونه. ببین رسانه الان شما همین معنات رو نگاه کن، مزخرف داره میگه ولی رنگ داره دیگه، یارو دختره اومده فلا، فقط با همون رنگ جوون رو جذب میکنن. ببین ولی مثلا شما صدا سیما رو میبینی رنگای بسیار تو زغزن، یارو دکمه تا آخر بسته، بعد هم میخواد شروع کنه 2 ساعت اولش صلوات میفرسته به پیامبر و آل پیامبر و اینا. خب این جوون اینو قبول نمیکنه. چرا یه برنامه آباریکه اینترنتی من تونست این همه مثلا تاثیر بذاره؟ به خاطر اینکه ظاهر اون کدهای تبلیغاتی، کدهای کار رسانه‌ای رو بلدم، با توجه به این رسانه ضعیف اجتماعی که داشتم، چون من اصلا تو تاریخ رسانه وجود نداشت اندازه من بخوام یکی رو سانسور کنم، یعنی سانسور کردن ها، یعنی در حد لالیگا. و این متاسفانه عدم کار درست تو ایران توسط حزب الله، این مکمل پروپاگاندای غربی است، نتیجهش میشه و
بعد مردم ما میگن آره ما خیلی بدبختیم تو جمهوری اسلامی داریم زندگی می‌کنیم. حالا حقیقت چیه؟ جمهوری اسلامی تمام شهرستانا رو چنان ساخته، یعنی شما باید بری دهات ایران رو ببینی، بعد بلنشی بری خیلی از شهرهای اروپایی رو ببینی، آدم فکرش میخوره زمین که دهات ایران ساخته سازش بیشتر از اروپاست، ولی اینو مردم نمیبینن. یعنی این شرایطی که واقعا شما داری اعلام میکنی، یعنی توی کشورهای مختلف انقدر شرایط واقعا اسفباره. من اصلا در مورد مونترال مثلا برام گفتی خیلی تعجب کردم. واقعا نمیدونم، شاید مردم باور نمیکنن، شاید مثلا اینکه دلیلی که مثلا به شما حالا این صحبت هم میگه شما موضوع جمهوری اسلامی این هستی، چون واقعا باور چیزی که شما داری به چشم میبینید و اونا نمیبینن. شاید اصلا من خدا شکر دیگه با چشم نمیبینم. آره مثل ماهی هستش که وقتی که توی آبه میگه من دوست دارم برم تو خشکی، وقتی تو خشکی اون موقع قد آبو میدونه. دقیقاً نه ندیدن دیگه. نه اینایی هم که خارجن دارن میبینن، دارن مثل سگم خیلی هاشون بلا نسبت دوستای خودم زندگی میکنن، ولی استعمار مغزی هم دیگه نمیفهمن چه بله سرشون. حالات من دیگه نمیبینم خوشبختانه، من چون نتونستم تحمل کنم. من الان خودم جایی که هستم، ببین آخه میگیم خارج که ببخشید 200 کشوره. بله کلن بعد ببینیم کجای خارج، ولی من مشخصا اروپای غربی به خصوص اروپای شمال غربی با آمریکای شمالی رو واقعا فیکه و واقعا مشکلات عدیده‌ای دارن و آمار خودکشیشون رو دارید میبینید. دیگه سایت های آنالیز دیگه، من اون از سایت آمریکایی در آوردم که آمار خودکشی رو نشون دادم که ایران 149 کشور، تمام این کشورهای اروپایی و آمریکا اینا توی 40 تا کشور اوله. آمار خودکشیشون نشون داد. واقعا سپاس فراوان دارم که این همه تلاش میکنی پرچم ایران رو بالا میبری، این همه واقعیت ها رو مطرح میکنی، ایرانی بودن ما رو به خودمون گوشزد میکنی که به خودمون افتخار بکنی و از شما تقاضا دارم با قدرت این مسئله رو ادامه بدی. زیادم به این حرفا و این صحبت ها توجه نکن، کارت رو ادامه بده، کارت درستی بده. من همشه کارو خالا هم میکنم. من یه آدم عجیبی هم که یعنی تو زندان 500 زندانی بودیم، 499 نفر با من مخالف بودن، ولی من کارو خودم میکنم. خیلی یعنی اگه بدونم یه چیزی رو مطمئن باشم که خودم به نتیجه برسم، یعنی دیگه خود خودم بیاد بگه تو از باید برگرد بر نمیگردم. یعنی حرفی که دارم میزنم اصلا چیزیه که خودم بهش رسیدم، یعنی هم تجربی هم تئوری. یعنی دیگه حالا تا خداییه که یارو بیاد الان از سوئد تعریف کنه، کانادا تعریف کنه، یه دیگه تا هر چقدر دیگه میگم ببین تو ببینی که میگی من 7 سال زندگی کردم مثلا سوئد، تو دیگه نمیتونی مغز منو شستشو بدی اونجا چه خبره. اونجا من زندگی کردم، هنوزم کار اقتصادی با یکی از شرکت‌های سوئدی اونجا هست و دارم کارمو میکنم اینترنتی. به هر حال حقایق اینه دیگه، اینا چیزاییه که ولی مردم ایران باید بدونن که نه، شرایط ایران خیلی یعنی نسبت به اون چیز، نمیگم شرایط ایران خوبه، نسبت به اون چیزی که دارن ترسیم میکنن، نه وضعیت ایران خیلی خوبه. چون واقعا الان توی شرایطی که الان هستش دقیقا رهبری رو مقصر تمام اتفاقات میدونن. بعد اون موقع شاه رو میدونستن دیگه. دارم قلبم میگم واقعا این آقای خامنه‌ای واقعا مظلومه، یعنی واقعا میگم مظلومه. یعنی به این طریق که آقا شما خوبید، شما میتونید، شما پس این کار برمیاد، جوونا بیان وسط کار، هیچ کی توجه نمیکنه به این. آقا ما میتونیم به خیلی از کار، وقتی ما میتونیم موشک درست کنیم، نمیتونیم ماشین درست کنیم، میتونید. نه نظام چوب چیزو میخوره، نظام چوب ضعف کار رسانه‌ای رو میخوره. ببین شما نظام اونجایی که کار درستی کرده مثل سیستان بلوچستان، مثلا شما باید بیایید سیستان بلوچستان رو با تاریخ خودش مقایسه کنید. خب خیلی سازندگی انجام شده توی 40 سال گذشته تو همون سیستان بلوچستان، ولی وقتی که خوب نتونی اینو روایت کنی تو رسانه، و خب یه سری حماقت ها این حزب الله دارن سر حوزه‌های مدنی، و این یه ضربه سنگین به این نظام زده. یعنی مردم ببین آخه حقم دارن، مردم که قرار هیچ جای دنیا مردم نمیان مسئله عمیق سیاسی رو بدونن،
بعد طرف میگه آقا من چه میدونم الان برجام چیه یا اقتدار ملی چیه یا موشک بالستیک چیه، من میخوام به عنوان یه دختر میرم تو خیابون با دوست پسرم گشت ارشاد سر خیابون نباشه منو بگیره، بعد منو ببره تعهد بگیره ازم به خاطر حجاب نامناسب و اینا. مردم این سر کار دارن. ببین نکن شما میگی درسته خب، ولی نباید مثلا از اصل موضوع مثلا در نظر نگیریم بیان به موضوعات فردی برسیم، چیزی که شما خودت هم داری تو صحبتت مطرح میکنی. خب یه حرفتون درسته، من افرادی مثل من هم حواسشون جمع مسئله فردی رو فدای اصل نمیکنید، ولی وقتی که یک نظام همین مسئله فردی رو فدای اصل میکنه از مردم چه انتظاری داریم؟ من که خب اگه میخواستم بکنم که هزاران دلیل چیز شخصی داشتم منو زندان انداخته جمهوری اسلامی، مثلا اینجا بحث میکنم با خیلیا بهشون ثابت میکنم جمهوری اسلامی باید حفظ بشه و جمهوری اسلامی کارش درسته در یه خیلی از زمینه ها. بعد طرف میگه میدونی چی امید، اصلا این حکومت منو انداخته زندان فلان کرده دایمو اعدام کرده. میگم پس دیگه که دعوا با نظام شخصیه دیگه، من هم بحث جدی کلان میکنم، تو میگی منو انداخته زندان، فرشتنم که انداخته زندان، خود منم 2 سال خورده زندانش بودم، ما که نباید چیز شخصی رو که توی مسئله کلان ببریم، اینو من میفهمم، ولی وقتی که یک نظام در بالاترین سطوحش تر مسئله فرعی مثل حجاب و آزادی مدنی خون یک ملت رو تو شیشه میکنه، از اون ملت هم نمیشه انتظار داشته باشیم بگیم آقا اینو معمولی، یه نظامی که مطالعه سیاسی داره کار عمیق میکنه، این نظام از خر شیطون نمیاد پایین، شما مردم از خر شیطون بیاد پایین، مسئله اصل و فدای فر نکنید. یعنی اینا میخوام بگم که چه دلیلی وجود داره مردم ما ناامیدن. یعنی ببین یه جا ما دشمنی داره با همون میشه، این دشمنی ها بوده هست و بدتر هم خواهد شد، خیلی هم دارن هزینه میکنن. ببین اصلا خیلی عجیبه این همه رسانه فارسی زبان هیچ جای دنیا نداره، این همه فارسی فارسی زبان واقعا موندم چی جوری اینقدر زیاده. خب به خاطر اینکه اینا رسانه علیه ما انجام میشه، اونا دارن کارشون رو میکنن، دشمنیشون رو میکنن. ما باید به جایی که حالا بریم در برابر این پروپاگاندای رسانه ایستادگی کنیم که اینا تحلیل های مهندسی شده به خورد مردم ندن، یه دفعه ما میایم میبینیم که آقا تو جبهه داخلی هزار تا مشکل داره. این آسیب شناسی باید کرد که چرا ما شکست رسانه‌ای خوردیم، یعنی این مسئله خیلی مهمه. شکست رسانه آره این پروپاگاندایی که توی ایران به وجود میاد، من به تحلیلم مقصرش 2 نفرم، یکی یاشار سلطانی، یکی فرید مدرسی. این 2 نفر خب شاید بگم که بانیان تمام فتنه و تمام ماجرا علیه نظام رهبری و هر چیزی که شما قبول داری از فرمانده ها، حاج قاسم، همه این 2 نفر وظیفه تخریب رو دارن، یکی آقای فرید مدرسی، یکی یاشار. نه ببین شخص نمیتونه، نه ببین شخص مقابل این بحث جدیه کلی میکنیم. ببین نکنی من خب توی توییتر اکانت دارم، هم مطالب یاشار سلطانی رو دارم هم فرید مدرسی رو. شما خود این موارد رو نگاه کن، نوعی بیانگر تندروها رو میکنه که دقیقا داره با غربگراهایی داره صحبت میکنه که دارن به صورت افراطی دارن عمل میکنن و خیلی از اتفاقاتی که هنوز توی کشور چون بحث جدی نمیشه به شخص چیز کردی، شخص نمیشه نام آورد، نه بحث جریانه. من دارم یه چیز کلی میگم که دلایل شکست رسانه و این شما از ابتدای صحبت گفتید که مردم ما ناامیدن اینا، من میخوام نتیجه بگم چرا مردم ناامیدن. یه بخشیش این دسته پروپاگانداست که دارم مغز مردم رو شفتشونن، یه بخش بزرگ یعنی مکمل این داستان هم حماقت نیروهای مذهبی در داخله که نمیتونن خوب دفاع کنن، بلکه با دامن زدن به مسئله محدود کردن آزادی مدنی تشدید میکنن این تنفر مردم رو که برن اتفاقا گرایش پیدا کنن به رسانه های بیگانه. حرف شما کل داستان اینه، یعنی اصلا اصل داستان همینه. نه حرف شما درسته. ببینید اگه ما بیان مشکل رو تقسیم بکنیم که آه کی چقدر تقصیر کاره، حرف شما درست خب، ولی من دارم میگم که این جریان فکری، این 2 نفر جریان فکری به نظر من آموزشی بی بی سی فارسی رو رویتر و این کانال ها ولی دیگه کلا نباید نامه، چون بحث جدی از 2 نفر اگه میتونن در این سطح گسترده یه نظام رو به چالش بکشونن بس همون بهتر که بکشونن، بحث 2 نفر و 3 نفر نیست، بحث جریانه.
جریانه و یک بخشش هم بحث آسیب شناسیه. سر این بحثی که هر صدا میاد خیلی ضعیفه. آه صدا ضعیفه بخش بفهم اینترنت من هم دیگه ضعیفه. من این لایو رو ببندم با اجازت سیف بشه. من ممنونم ببخشید. قربونتون برم. خوشحال شدم باعث افتخار بنده بود. همچنین زنده باشید. به زود. خدا.